استوری من امروز گذاشتم که توش نوشتم که یعنی در یه جوری یک پیامی بهید داده بود که یه بخشش این بود که منتظر این نباش که رابطه من و سحر به زودی خوب بشه، مخصوصا با اون پیام های نمیدونم مغرضانه سحر و حسادت هاش. کلمه حسادت رو که گفته بود، استوری که من گذاشتم در واقع به نوعی واقعیت تو کلام خودش بود. گفتم بله وحید، من به بچه های تو حسادت میکنم، به الیسا و الینا. حالا خب خیلی اومدن که مثلا یعنی چی هستن، تو به چی اونا حسادت میکنی، یا چه مسئله اینجا هست که تو به این دوتا بچه مثلا داری حسادت میکنی. ولی نکته ای که من میخوام بگم به شما اینه که بله، وقتی که منی که این همه مدت به طرق مختلف حداقل از جانب خودم سعی کردم که با وحید یک نزدیکی رو ایجاد بکنم، به خاطر اینی که من و وحید نه رابطه احساسی بینمونه نه رابطه جنسی یا عاطفی این مدلی بینمونه، ولی نه نسبت فامیلی با هم داریم، ما فقط از نظر اعتقادی در واقع بچه مشترک ما هست و داریم توی یک مسیری همراه هم حرکت میکنیم. منی که این همه دارم تلاش میکنم، حتی خودم رو یه جاهایی انگار که کوچیک میکنم برای اینی که بخوام به تو نزدیک بشم، و از تو فقط بی‌اعتنایی میبینم و از تو هیچ متقابلا هیچی رو نمیبینم. اما الینا و الیسایی که تو دم به دقیقه بهشون پیام میدی، نمیدونم دلم براتون تنگ شده، نمیدونم قلبم مچاله شد، نمیدونم فالا، اونا هیچ واکنشی ازشون نمیبینی، حتی یکیشون بزرگه که اصلا حتی جواب تو رو نمیده. و زمانی به تو گفتن آره وقتی از اون گروه بیای بیرون یا ما رو انتخاب کن یا اونا رو انتخاب کن یا فلان، برای تو شرط و شروط گذاشتن، ولی این من بودم که تو رو اگر که پذیرفتم، حتی با اون ناراحتیایی بود که تو دلم هم ازت داشتم که خب دیشب توی اون وجت اومدم کامل گفتم الان دیگه دوباره تکرارش نمی کنم. ولی باز با این حال من اینجا نادیده گرفته میشم. من تازه به زیبا میای میگی که آره مثلا چیزی نکن که بخواد رابطه ما بهتر بشه، و خودت هم که نمی کنی، ولی اونا نه، مدام تازه قلبت مچاله میشه، نمیدونم حالت بد میشه، فلان میشه، به هر حال احساس میکنم اچاف دیگه. حالا قطعا در در بین واقع اون رابطه خونه ارجعیت داره، داشته باشه اشکالی نداره، ولی یعنی هست اشکالی نداره که اشکال داشته باشه و نه، این واقعیتیه که هست، ولی خب در منم این حس رو ایجاد میکنه. خب در واقع وقتی که بچه هاش و هم فاطمه مادر همسر سابق وحید برگشت گفتش که تو اون گروه هستی یا باید تو اون از اون گروه بیای بیرون تا ما باهات ارتباط داشته باشیم، الان هم آدرسشون هم عوض کردن طوری که آدرس جدید اینا رو هم نداره. خب این گروه انتخاب کرد، در مقابل اون گروه انتخاب کرد، اما ظاهرا و عملا هم اومد تو این سمت، اما یک بخش اصلی این گروه که تو بودی و یه همکاری یا یعنی نزدیکی رو با هم داشتید در واقع دلش جای دیگه بود. خب این به بله نظر من این حسادت در تو، چون که بارهای مسئله رو مطرح کرده بودی، ولی خب من حالا میگفتم که یکم درکش کن، یکم فلانه، یه سر بعد دیگه تا چند روز پیش به من اعتراض کردی، گفتی زیبا من تو حتی من با تو سر چیز دارم، حرف من با توه، تو چرا تا حالا قدمی بر نداشتی، چرا نمیدونم این مسئله تا کی باید این مسئله باشه، تو هی داری میگی که مهم نیست. و من واقعا این مسئله رو احساس میکنم، یعنی در واقع مثل ما یه خانواده که باشیم، این تو این خانواده
دو تا فکر کن مثلا من یه مادری باشم، دو تا بچه ها اینقدر از هم جدا باشم و اینقدر از هم یه فاصله داشته باشم، خب این دردش به من هم بر میگرده. خب و من این حسادت رو کاملا منطقی میدونم، به خاطر اینکه و فقط در واقع درسته که اونها حالا ظاهر جامعه ما میگه خب بچهشه بچهشه، خب تو اگه بچهت خب برو اونو به سراغ بچهات دیگه، چرا میگی من گروه انتخاب کردم؟ نه از اون طرف وقتی میگی که نه من گروه انتخاب کردم با بچه ها، خب تو در این رابطه میای در رابطه با سحر، یعنی انتقاد تو که چند شب پیش برگشت گفته زیبا من خیلی ازت تو این رابطه چیزم محکومت میکنم، یا مثلا به هر حال به من توپی دیدی که تو این زمینه، گفتی خب عملا چه کاری کردی؟ دیدم که خب واقعا اونقدر که من در نزدیک شدن مثلا خدا به وحید مثلا به خدا، هر دوتاشون تلاش کردم که مثلا اینها با همدیگه این ارتباط رو داشته باشن، خب البته خب خیلی هم این ارتباط رو اول تلاش کردم، خب این مسئله رو انجام دادم، ولی علت اصلیش در واقع یک سری مسائل درونی و کشش های نقاط اشتراک دوتاییشون هم بود که به سمت همدیگه بیشتر جذب شد. به هر حال من از اینکه تو این حست رو استوری کردی، بیانم کردی، و حالا من اینو بچه ها، یکی از بچه ها تو این رابطه حرفی داری یا ما بزنیم میخوام یه سوالم چیزی هم بکنم؟ بگم، حالا بعد ما که بچه ها رو باز میکنیم، میخوام بگم که این مسئله ای که من گفتم حتی همین حسادته فقط به اونا هم نیست، اتفاقا به خدا هم هست، به حتی همون سارا هم بود، به تمام بچه هایی که این همه مدت وحید به قول خودش براشون وقت و انرژی میذاره. اما اون شبی که توی لایوی که 3 نفره من و شما و فرید داشتیم و در آخر وحیدم اومد، من اونجا شما گفتی که خب اونجا هم دوباره وحید اومد، خیلی راحت گفت که من اصلا با سحر حس نزدیکی نمی کنم، فلان نمی کنم. گفتی چه راهکاری دارین، چه چیزی فکر میکنین خوب باشه که مثلا براش انجام بدین؟ خودش گفت چیزی به ذهنم نمیرسه، ولی من گفتم که حداقل از الان مثلا وحید تو شروع کن، روزی حتی 10 دقیقه 5 دقیقه یا هر چقدر به من زنگ بزن راجع به مسائلی که پیش اومده، راجع به چیزایی که هست. خب کم نیستن و مسائل به نوعی مشترکه، چون خیلی مرتبط زیاد به داریم که شماست، آره بله مرتبط آه. به شما و گروه هستش. گفتم زنگ بزن مثلا صحبت کن راجع بهش اینا، حتی یک بار مثلا زنگ نزد و در آخر باز من بودم که مثلا به اون زنگ زدم، یه چیزی کردم، یا مثلا به هر حال خب حالا به نظر تو این رابطه با این، اولا که خب چند نفر به تو رو محکوم کردن تو این رابطه که چرا این حس رو داری و اینا؟ من این حس تو کاملا نرمال میدونم و طبیعی، و احساس میکنم که همین حست یه مکانیسم حمایتیته که میخوای در واقع این مسئله رو حلش بکنی، یا اینکه بالاخره اون این یه سره بشه دیگه، مثل یه حتی یه زن و شوهری که طرف فکر کن تو یه زنی باشی برای یک مرد، ولی مرد یعنی ظاهرا در کنارشی، اسمن در کنارشی، ولی این دلش یه جای دیگه است. خب یه موقع یه دفعه میگه یعنی خب دقیقا هر موقعی که تکلیفت روشن کن، خب بیا برو من این مسئله رو راهو برای تو باز کردم، اصلا راه تو از من جدا کن دیگه، یا مسئله رو حلش کن یا راه تو جدا کن. کاملا به نظر من خیلی جالب بودیم مطرح کردن، خیلی جالب بود. خب بگو چی؟ دقیقا همون که میگید، هر موقعی که مثلا شما میگفتی سحر و وحید مثلا دوتا ادمینای من وقتی که اینو میگفتی همیشه یه چیزی تو وجود من میومد، مثلا یه حس حتی
بیگانه ای که مثلا انگار هی سحر و وحید، ولی اصلا انگار که اینا هیچ صنمی با هم ندارن، انگار دو تا چیزی که انگار دو تا مثلا چیز. محسن علوی حرف جالبی حتی زد، محسن علوی توی چیزم توی حتی همین لایو وحید رفت که هدی هم توی اون لایوشون بود، چون مثل اینی که ظاهرا وحید یه سری صحبت هایی پیش محسن کرد، من نمیدونم محسن اینطوری میگفت که مصادف بود با اون تایمی که وحید اون صحبت راجع به من برای شما یه فرستاد که نمیدونم سحرت فلان و یادتونه دیگه. کدوم خب سهر؟ توی اون تایم محسن اومد گفتش که وحید تو اگر که راست میگی یاد نمیدونم چی، سحر رو دعوت کن بیاد خونت یا هر چی. چی؟ یه لحظه برای من قطع شدین، من متوجه خب نشدم. حالا ادامه بده، ادامه بده. محسن چی گفت؟ بعدا نمید. آها، محسن گفتش که چیزه، گفتش که وحید با سحر مثل دو تا قطب همنام چیز میمونن، آهن ربا میمونن، به هم دافعه دارن. و من نمیگم که من ادعا نمی کنم که همیشه مثلا حسم بهش مثبت بوده، به خاطر اینکه خب من وقتی که مثلا یه سری رفتارایی رو میدیدم، مثلا یهو میدیدم وحید مثلا پا میشه میره چیز میکنه، یعنی همین حالت چیز نه، خب منم به حس منفی ایجاد میشد، ولی حداقل تلاشی براش تلاش میکردم. میکرد. ولی اون حرف محسن هم جالب بود که اینو گفت، و همونجا حتی محسن یه چیزم گفت، گفتش که تو به من گفتی که ممکنه که حتی از گروه هم لفت بدی، یعنی بعد از اون چیزا که گفت، آره من گفتم اگر که خیلی فشار بهم بیاد ممکنه این کارم بکنم. یعنی وحید این کارو خب باز بکنه، اونجا من وحید این کارو بکنه. آره توی جالب، اون لایو چیز جالبه. توی خب اون لایو گفتم. نه کدوم بعد لایف به من من باز نرسیدم؟ اونجا کدوم مثلا لایف؟ کدوم لایف بود؟ براتون میفرستمش دیگه، حالا نمیدونم چجوری بگم کدوم آها، لایو مال نشنیده چند بودم چیز این مسئله، موقعی که من چیزی تهرانم. نیستش. موقعی که تو تهران نشه بودی، چرا تو گروه هم صحبتش شد، تو گروه حتی بچه ها کامنتش هم یه کامنتی هم در این رابطه دادن، حالا من بعد از این وایس چت براتون میفرستم که در جریانش باشیم. ولی بازم بعدن که من اون لایو رو دیدم، چون دیدم محسن یه حالت تحریک آمیزی میخواست هی وحید رو چیز کنه که آره سحر مثلا، یعنی انگار که سحر ادا اطوار در آورد که تو خونه ی تو نمود، که من دیدم وحید خیلی اونجا خوب جوابش داد، گفتش که من که نمیخوام اینو شکنجهش بدم، خب به هر حال گرمش بوده اینجا اذیت بوده نخواسته که بمونه، که حتی من بعدن دوباره مثلا توی یه لایویش رفتم بالا خیلی با چیز با حس خوب، یعنی از اون تیکه هم که گفت گفتم خیلی منطقی گفتی، خب بالاخره بحث روکم کنی که نیسته شدن بخواد به زور یه نفری رو مثلا توی یه تایمی، حالا هوا خوب باشه من معلومه که میام اونجا میمونم هیچ مسئله هم ندارم. حالا چی شد که اینو گفتم؟ رشته کلام از نه هم نه در، ولی گفتی که حتی چیز، حتی محسن هم به این مسئله اشاره کرد، یعنی دافعه رو دیده بود تو بین شماها. آره یعنی نه مثل که فکر میکنم این صحبت هایم در دو دلایم باهاش کرده بوده، یعنی اینجوری که محسن وانمود که من نمیتونم مثلا دقیق، خود وحید باید بیاد بگه که آیا چیزی گفته یا نه، چون مثلا محسن یه جا رفته بود یه حرف چرتی از زبون وحید گفته بود که من وحید پرسیدم گفتم من اصلا این حرف رو نزدم، من فهمیدم که خب به هر حال اون خواسته این وسط موش بدونه. ولی این تو ذهن من اومد امروزم که اومد خودش گفت من 4 ماهه که مثلا یه ناراحتیایی از این دارم نتونستم بگم، خب باز همینم برای من چیز شد، مثلا شما ناراحت کننده از این نظر شد که تو باز چقدر منو مثلا ایگنور کردی، که مگه این مثلا گفتن چه کار سخت بزرگ آنچنانی بود، دیگه بدتر از لایو مبینا بود
می اومدی یه لایف تو پیج اصلا تلفنی میگفتی، هزار تا راه بود تو بخوای این حرفاتو انتقال بدی. مگه من مثلا این همه بچه ها اومدن حرفای مختلف راجع به من زدن، مگه من چه برخوردی کردم که انقدر ترسناک به نظر میام اگر خب کسی بخواد مثلا انتقادشو بکنه؟ من یه سوال قبلش میپرسم. وحید اد استوری کرد استوری تو؟ وحید اصلا آنلاین نشده، زیبا وحید ندیده، آها اصلا آنلاین نشده، ندیده این چیزا رو، از ظهر آنلاین ندیده، نشده. منم توی بله چیز دیدم که نه. خب میخوای بذاریم بچه ها ببینیم سوالی دارن؟ سینا اگر صحبتی داره، سینا رو مایک تو باز کن. مینای انزلی هم بود، سینا رو الان باز میکنم، مینا انزلی هم باز کنم، اونم میخواد مینا، صحبت بکنه مینا بچه بود، که سینا رو میشنم. باز کن. مینا رو من نمیدونستم همون مینای انزلیه. خب نجفی نه کیه؟ من آقای نجفی رو یه لحظه اجازه بدین من چک مه کنم. کیه؟ مه کیه؟ مه مه نمیدونم. نجفی رو نمیشناسم، یعنی باز نمیشناسم. اون یه دونم ام مه مه چیه اونا اون؟ چیز نامشخص، نه مشخص. خب حالا مینا صحبت یکی کن. مرجانه یکی مه مه خیلی خوب. حالا سینا با چیز رو خانواده. میشناسیم، مینا صحبت بکن. شکوفم باز کن، شکوفم حرف بزن. باز شکوفم کرده بودم دوباره خب لایف. من سلام، چیزم وقت نشد، با گوشی سنا از اومدم بالا. باش. سلام میخوای بیا سلام بالا سلام. که مشخص نه بشه که نه تصویرت نمیخوام بیام بالا. نمیخوای بیای بالا؟ باش نه بگو. ببین، من داشتی درباره چیز صحبت میکردی سحر، داشتی یک سری صحبت ها توی لایف چت دیشب فکر کنم بود در مورد شیما صحبت میکرد که گفت من زیاد چیز نیستم، در جریانش نیستم، ولی من قضیه شیما رو کاملا در جریانم و توضیح شالله اگه خواستی میتونم بهت بدم بابت رفتار وحید. ببین، زمانی که ما رفتیم خونه شیما یه برنامه شد، قرار شد جمعه من و ساناز و فرزانه، وحید و سحر بریم خونه شیما، دعوتمون کرد که جمع بشیم، که حتی گفتش که خواهر من میاد، که انگار به حالت مثلا یه مهمونی طوری بشه که بتونیم مثلا بزنیم برقصیم و از این حرفا. بعد گفتم که اوکی. بعد برنامه ریزی که ما کردیم این بود که جمعه بریم. بعد یکی دو روز بعدش دیدم که انگار منو شیما آنفالو کرده توی اینستا، بعد تلگرام بلاک اینا، یکم برام تعجب انگیز بود. بعد بهش پیام دادم، اسمس دادم، بعد به من زنگ زد، صحبت کرد، گفتش که ببین، گفتم دلیلش میتونم بپرسم چیه، ما اصلا هیچ مشکلی با هم نداشتیم. گفتش که صحبت وحید شد، گفت وحید اسکی یه پیامی به شیما داده، حالا شیما گفتش که به من گفته که من یه زندگی درمانی میخوام با تو داشته باشم. شیما گفته که خب بچه ها هم دیگر میبینیم دیگه روز جمعه. گفته نه، اون برنامه جدایه، من دلم میخواد یه زندگی درمانی دو نفره با هم دیگه داشته باشیم، فقط من و تو، یه شب من بیام خونه ات اینجوری. بعد شیما گفت من به شوخی فکر کردم شوخی داره میکنه، به شوخی رد کردم این قضیه رو، گفتم که حالا جمعه هم دیگر میبینیم. بعد سر اون قضیه که تو به وحید گفته بودی که با سارا بره انگار این رابطه رو برقرار کنه که رابطهشون خوب بشه با هم دیگه، بعد شیما برگشته و به این موضوع که آره این وحید شاید منظور خاصی از این حرف داشته و به خاطر همین قضیه و به خاطر وحید رابطهشو کلا با تو، با حالا با تو که رابطه داره، با سحر بلاک کرد، این سا وحید بلاک کرد، من بلاک کرد، تمام بچه‌ها رو بلاک کرد و رابطهشو کلا با ما قطع کرد. یعنی و هیچ، به خاطر این جریان بدون، یعنی کلی بلاک کرد. آره، همه بچه ها رو بلاک کرد کلا و هیچ ارتباطی نگرفت تا چند وقت پیش که سر قضیه کتابا به من پیام داد که آره با هم دیگه صحبت کردیم، که من اومدم پیام دادم که پیشنهادی که بهم داده بود برای قضیه کتابا. آره این قضیه، قضیه شیما رو شما سهر. آره، این قضیه بعد این جالبه، مثلا وحید اومده درباره سحر مثلا میگه سحر بهش حسادت میکنه، ولی من قبلا تو گروه تبادل بهت گفتم و
وحید یه جوری احساس مالکیت نسبت به تو داره و این قضیه رو من برعکس به تو میبینم. یعنی وحید نسبت به من به یعنی تو زیبا، شخص آره به تو زیبا احساس مالکیت داره که فقط میخواد یعنی خودش باشه، انگار چون میبینه مثلا توجه شما نسبت به سحر خیلی بیشتره، این حسادت تو وجود وحید هست و نه تنها ببین ما اگر بخوای آره. دلیل و سحر اومد این مسئله حسادت خودش رو مطرح کرد با دلایل و گفت چرا این حس حسادت در رابطه با بچه های وحید ایجاد شده و همینطور کسایی مثل خدا و کسای دیگه ای که سارا و اینها رو عنوان کرد، خب با دلیل این مسئله رو مطرح کرد. حالا تو هم دلیل خاصی داری که تو این زمینه بدون تحلیل که این چون احساس ماله، یعنی یه مثل همین موردی که الان در مورد شیما گفتی، آیا دلیل خاصی داری که مثلا فرض کن که تو این رابطه یک کاری رو یک برنامه خاصی رو داشته؟ اگر واقعیتی که اتفاق افتاده رو اگر داری بگو. اگه مسئله رو بعد با خودتون نگین که شخصی داره و اینو عنوان میکنه سر قضیه مشکل وحید با من، من این حسادت رو قشنگ درش دیدم نه دقیقا از دیدم، زمانی نه که بگو موردی، بگو که این کار رو کرد یک بار مثلا، بگو در ببین فلان موردی رفتی موردی من خیلی رو مثلا موردی خیلی دعوت موردی نکرد. تو گروه تبادل، تو گروه تبادل اگه یاده باشه فقط وحید به من هی تذکر میداد، هی گیر میداد و هیچ نه شما نه سحر نه سمیرا هیچ موردی نبود که مثلا چیز بشه. سر خیلی موضوعی علکی میمد من گیر میداد، میمد مثلا چیز میکرد و من شنیدم مثلا سر قضیه، آره سر قضیه مثلا گروه چت، سر مثلا قضیه گروه چت مثلا میمدن مثلا بچه ها میمدن گلش کاره بچه ها ازت شکایت دارن، با اینکه من از طرف سحر و سمیرا هیچ موقع نشنیدم که مثلا بگه بچه ها اومدن ازش شکایت کردن، فقط تنها کسی که میمد به من گیر میداد وحید بود. خب این من این حسادت رو توش میدیدم. حالا میگم دیگه، حالا یه موقع خب میای مثلا یه نفر یه موردی که برداشت، در این رابطه گفتی دیگه، مورد دیگه ای که داری آره مطرح کنی، اگه نه ما مینا مورد رو دیگه، صحبت کنیم. نه مورد دیگه به ذهنم نمیرسه، حالا مینا مرسی بیاد بالا من. صحبت کنه. مرسی. خواهش. خب مینا صحبت تو بخون، مینا رو باز کنیم. بازه شاید مینا باید روی اون علامت میکروفونه بزنی که بتونی صحبت کنی، مینا اگر آره که اینو بلد میکروفون رو نیست همون علامت علامت میکروفون رو بزن باز شه. ملینا صبر کن، اگر در این زمینه صحبتی داری میتونی بگو، آخه تو تو این زمینه اطلاعاتی داری که دستتو بلند کردی. بذاریم ببینیم ملینا الان تو این رابطه چی میگه. بگو ملینا. خب رفتش، اونم رفت. خب بریم سر مینا. مینا صحبتی داری یا نه؟ اگه نه باز شکوفه بود صحبتی داشت، شکوفه هم که باز نتونست. خب حالا اشکال نداریم بریم. آی 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 گردم چست. تو این رابطه عنوان کردی، حالا راهکاری داری؟ من آره برای این مسئله. ببین من راهکار قبلی که داده بودم که اجرا نشد، ولی همچنان چیزی که به ذهنم میرسید اونه، ولی یعنی اون راهکارم رو تا حد زیادی با توجه به رابطه‌ای که به هر حال خودم الو توش درگیرم فکر میکنم اون خیلی باشه، ولی چیزه، ولی نمیخوام دیگه مثلا هی دوباره از جانب من باشه، به خاطر اینی که این اتفاق میفته ولی همراه با حس منفی از طرف من این اتفاق میفته. میدونی چی میگم؟ نمیخوام اون یعنی حس حس منفی میکنی باشه که حالت منت کشی؟ دیگه، زیادی
چیز. آره چیز میکنه آره احساس. آره خیلی دقیقا همونه و میخوام که آره حالا فعلا در حد بیان این مسئله. حالا خوبه که خود وحیدم هست خوشبختانه، و اولش من نبود ولی الان من تازه اومدم، من نشیدم موضوع رو، اصلا نمیدونم، من نتم کلا قطع بود 8-9 ساعت. آره ولی خوب خوبه باز اومدی، خیلی خوبه. استوریا رو دیدی؟ الان دیدم بله، ولی دیگه من موضوع رو نمیدونم اصلا چیه، چی بوده قضیه. میخوای یک اگر یه تیتروار به من بگیم، من آره موضوع بگو. آره اگر ولی صحبتم بود من فقط داشته خودت باشم. بگو که از اول چرا این استوری رو گذاشتی و چکیدش رو چرا حالا نمیخواد خیلی چکیدی. هم من یه وقت همه رو بده. بگیرم، فقط چکیدش رو بگیر. مرسی 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 که نمیخواد. خوبه بگو. خب در واقع این استوری بعد از اون پیامی بود که تو به من داد، یعنی در مورد من به زیبا دادی و گفتی که برای نزدیک شدن رابطه من با سهر زیاد تلاش نکن یا چی نکن، مخصوصا با اون پیام های مغرضانه نمیدونم همراه با حسادتش. بعد از اون، حالا متن پیامت هست اگر من چیز میکنم به خاطر اینی که مفهومش تو ذهنمه، بعد از اون من این استوری رو گذاشتم و دلیلش هم حالا پیشتر توی اینجا هم گفتم، دلیلش هم این بود که من میدیدم که من با تو هیچ نسبت خونی یا هیچ رابطه مثلا عاطفی یا عشقی جنسی هیچ چیزی ندارم، رابطه ما بیشتر اعتقادیه که ما در کنار هم هستیم و میبینم که از طرف من خیلی این مسئله بوده که بخوام مثلا رابطم رو با تو بهتر بکنم، ولی از طرف تو ایگنور بوده و در نهایت این جمله که خب من با سحر نمیتونم، من با سحر مثلا حس نزدیکی ندارم، اما در مورد مثلا بچه ها اینطوریه که خب تو خیلی مدام اونا نمیخوان، مثلا اون ایگنوره از جانب اوناست، اونا نمیخوان حتی تو رو ببینن، حتی بهشون پیام میدی میگی دلم تنگ شده اونا بهت جواب نمیدن، ولی باز این تکراره و تداوم از طرف تو هست. خب وقتی که من این دوتا موضوع رو کنار هم میذارم میبینم خب بله اون حس منفی که ایجاد میشه، بله حسادت هم هست، حسادت میشه اسمش رو گذاشت. و بعد یه مسئله ای رو تو این رابطه مطرح کرد که مثلا اونم من عنوان کنم، که بعد که حالا خودش قشنگ از اول بعدا این لایف چت رو میتونه ببینه. این مسئله بود که گفت تو در واقع با وجود اینکه خانه اون کسایی که از نظر احساسی بهشون کشش داری مثل بچه ها، یا حالا مثلا افرادی که باشون بیشتر به سمتشون میری، مثل همین مسئله که در رابطه با خدا عنوان کرد سحر، که گفت من حتی به خدا این مسئله رو دارم، به یکم سارارم عنوان کردی، گفت اونا من در مقابل در واقع اونا به تو گفتن که بین گروه و ما یکی رو انتخاب بکن، تو گروه انتخاب کردی، در عمل گفتی من گروه انتخاب میکنم، ولی در واقعیتی که توی این گروه که اون مهره اصلی که حالا شما دو نفر در این زمینه همکاری های میتونید داشته باشید، عملا این کار رو تلاشی قدمی رو بر نداشتی، و سحر میگفتش که این تلاش ها از طرف من بوده که همیشه خواستم که این مسئله رو حفظ بکنم، و این عامل باعث همین حس شده. خب این چکیده در واقع، یعنی مسئله که تو عملا گفتی من گروه انتخاب کردم، ولی من یه دلت یه چیزی رو جایی بوده. مطرح کنم. آره من عملا حتی من الان 3 روز با هدا، با تمام اون صحبتهایی و صمیمیتی که داشتیم، فقط صرفا به خاطر مسائل گروه و تو، مخصوصا تو که اون برخوردار رو با تو داشته، من هیچ ارتباطی ندارم. حتی امروز هدا به من گفت که میخوای صحبت کنیم با هم دیگه، گفتم نه، گفتم الان انقدر از من دوری که اصلا من حرفی با تو ندارم، واقعا فعلا ندارم، تا موقعی که مواضعت روشن و مشخص بشه و دوباره حالا بخوای برگردی به این جریانی که داشتی. ولی در مورد سحر، آره سحر حق بیا داره، بالا سحر اگه طلاق میخوای بیا بالا خودم ببینیم.
یه بذار بالا حالا یه ذره صحبت کنم، من یه ذره چون باشه بابا. یه هویی اومدم تو این فضا، بذار یکم آماده بشم. در مورد حرفای سحر، آره تلاش سحر برای اینکه رابطمون، رابطه من و سحر بهتر بشه بیشتر بوده به نسبت من. من نمیگم خیلی زیاد نبوده، ولی به نسبت من بیشتر بوده، بیشتر از سمت من. اون یه حس دافعی که من اون سری هم بهت گفتم در من هست، و این هم ربطی نداره که سحر راز داره یا مثلا خدا راز نداره، راز داره به اینا ربطی نداره، چون خدا، من هیچ مسئله ای در مورد خدا پنهان نبوده، همه چیز گفته شده. وقتی شخصی مثل خدا میاد حتی خود ارضایی که کرده اون رو مطرح میکنه دیگه، این ادعایی که میگن نمیدونم سحر راز نداره، خدا راز داره، یه چیز چرت و پرته. و این دلیل کشش من ربطی به اون مسئله نداره، اینو خواستم عنوان کنم. و نمیدونم، من الان 4 ساله با سحر دوستم، ارتباط گاهن خیلی نزدیکی داشتیم، مثلا پیار سال مثلا خیلی نزدیک بودیم، سالهای اول خیلی نزدیک بودیم. یه چیزایی باعث شد که من دور بشم ازش، مخصوصا اون اتفاقی که بار اول اومد خونه من و اون مسائل رو مطرح کرد. من به شدت درگیرش شدم، به شدت، انقدر تحقیر، انقدر کامنت، انقدر چیزای مختلف دیدم. به هر حال این حسه در من به وجود اومد، اون حس منفی استارتش از اون موقعی شروع شد که سحر اومد خونه من بار اول و موضوع بودادن من رو مطرح کرد. نمیدونم بودادن، گفت خونه بو میده، وحید بو میده، این مسئله استارت این قضیه. و به یه نوعی یه حس نفرتی در من به وجود اومد که نتونستم هم عنوان کنم، همیشه سکوت کردم. شاید با بعضی از بچه ها صحبت کردم، این رو مطرح کردم، ولی به خودش، به تو من نتونستم تا به حال بگم که آقا استارت این قضیه از اینجا بود. و همین دیگه. حالا باز هر صحبتی، خب تو این رابطه من یه سوال از تو دارم، حالا هر وقت اومدی آمادگیشو داشتی بیای بالا خیلی خوبه. بذار من پایمو پیدا کنم بیام بالا یه لحظه. شما دیدیم من میشنم بیام بالا یه چی بوده. خب چقدر خوب شد که این مسائل هست. من یه نکته تو این رابطه قبل از این که بخوای حالا در همون مسئله است به خود سحر عنوان کنی، در مورد خدا یه چیزی رو میخوام بگم، و اون اینکه تو وقتی میگی این مسئله که خدا عنوان کرده من، حتی اومده خود ارزاییشون اینا رو مطرح کرده، تو یه مقدار زمان رو در نظر نمیگیری که در چه زمانی یک سری حرفا زده شده و در چه زمانی شروع شد این مسئله مخفی کاریش و اینکه یه سری مسائل رو نگفتن. من الان بحثم در مورد خدا نیست، ولی خواستم اینو بگم که اینکه عنوان میکنی که رو اضافه کنم زیبا، من یه ذره بلندتر چی صدات ضعیف شد، صدام الان خوب نیست، دیبا بگو. خب صدام خوب نیست الان، اول بهتر بود دیگه، اول بذار برم پایین بیام، یه بار برم پایین. این همون میناست، به مینام یاد بدید که چطور. خب صحبت کن. الان صدام چطوره؟ خوبه؟ خب حالا بگو دیگه، مشخص الان بهتره صدام؟ بگو خب بهتر نیست، ولی خب بگو. من و هدا، حالا من مخفی کاری های دیگه هدا رو کاری ندارم، من هیچ اطلاعی هم ندارم که در چه موارد این مخفی کاری کرد، ولی در مورد رابطه من و هدا ما هیچ چیز مخفی نداریم، هیچ چیز مخفی، یعنی هر چیزی گفته شده خدا یعنی بلا فاصله رفته توی لایوش مطرح کرده که این قضیه بین من و وحید اتفاق افتاده، مثلا یه رابطه مثلا حسی به وجود، من نمیگم ما عاشق همدیگه نبودیم که، یه رابطه حسی کوچولو به وجود اومده بود و
ما حتی خب اینا رو که ما میدونیم. یعنی ببین این مسئله مسائلی که مطرح شده، من میتونم کلا از پی وی مون، یعنی من یه دونه پیام پاک نکرد، یعنی کل پی ویم رو در اختیارت بذارم ببینی که چه مسائلی بینمون بوده، اصلا چه صحبتهایی، محتوای صحبتامون چی بوده، و من سعی کردم که هدا رو نذارم از این جریان جا بزنه، سعی کردم آرومش کنم، اون برخوردهای احساسیش کمتر بشه، یعنی تا جایی که میتونستم، تا جایی که بلد بودم اینا رو صحبت کردیم. و خب باشه، این به عنوان یه اختلاف نظر ما باشه که تو این مسئله رو در موردش، حالا شاید تو مسائلی رو در رابطه با هدا نبوده که به ما نگفته باشی، میدونی این مسئله رو ما میتونیم بپذیریم، بگیم که خب تو و هر چیزی که مثلا در رابطه با هدا متوجه شدی اومدی به ما گفتی، ولی این که بگیم که هدا تو این رابطه همه مسائلش رو برای تو بیان کرده، من اجازه یعنی من در رابطه با خودم این مسئله رو آره. من چیزی ندیدم در مورد خودم و هدا، شاید خیلی موارد هست که هدا مخفی کرده، من نمیدونم. خب حالا این بمونه به عنوان یه اختلاف نظر که تو این رابطه دیگه هم که هست، سحر اونجا عنوان میکنه که سارا گفته که من همه مسائل زندگیم رو وحید میدونم. من هر چیزی از سارا متوجه شدم، هر چیزی، هر موردی بوده، سریعا نه، یعنی با خودتو مطرح کردم، یعنی هر چیزی بوده، و مهمترین بخش مشکلات سارا همون قضیه جن بود که اصلا میترسید، یک ماه طول کشید که اصلا با خود من مطرح کنه این قضیه رو، و بعد اینکه مطرح کرد من گفتم بیا تهران، من سعی میکنم تو رو وصلت کنم به فرشته، لایو میذاریم، از زیبا کمک میگیریم. یعنی حدودا یک هفته من میدونستم اون مسئله رو و شما نمیدونستیم، من گفتم بیا تهران که مطرح کنیم اون قضیه رو، نه اینکه من مخفی کنم. و چیز دیگه ای من از سارا نه میدونم نه به من گفته. خب سارا یه چیز گفت، بذار من یه چیز بهت بگم. آیا تو به سارا گفتی که علت شمال اومدن تو این بود که بیای مسائل تو بگی، نه اینی که بخوای همش مثلا خوشگذرونی کنی؟ من به سارا گفتم؟ آره. نه اصلا همچین، اصلا سارا مطرح میکردی، من به خاطر تو دارم، چون سارا به من گفته، اصلا دلیل اومدن من به شمال و توی میخوام تو، چون سارا به من گفتش که یکی از دلایلی که وحید از من ناراحته اینه که گفته تو قرارمون این بود که تو بیای اینجا و راجع به مسائلت صحبت کنی که برای اونا راه حل بذاریم، نه اینی که همش بخوای مثلا با سحر بریم. اونا هم جزی از برنامه سفر سارا. خب حالا این ممکنه اینطوری مطرح کرده باشه، ولی چیزی که خودش مطرح کرد، من خاطر خب اون مسائل چی بودن؟ من نمیدونم مسائل، نمیدونم. من یه لحظه قطع شدم، داره میگه که من وحید، من یه تعداد مسئله دارم تو زندگیم، فعلا نتونستم به تو هم بگم، میخوام کم کم اونا رو بیان کنم، و من گفتم که آره هر موقع خواستی بیا مطرح کن و ما از زیبا مشورت میگیریم، کمک میگیریم و راه حل بدم. چیزی با من مطرح نکرد، چیزایی که مطرح کرده همون بوده که من اومدم و گفتم، حتی سر اون قضیه اصلا با من قهر کرد، سر اون قضیه جن و اینا خب. که من مطرح کردم اصلا دو هفته منو بلاک کرده بود سارا. خب بذار من اونطور که سیستمی که داشتیم صحبت، جمله تموم شد وحید؟ تموم شد. ببین یه صحبتی رو در رابطه با هدا مطرح کردی، خب ما گفتیم به عنوان یه اختلاف نظر بمونه، خب ولی خب این مسئله ای که تو گفتی، من هر مسئله ای که تو اون رابطه که هدا بوده عنوان کرده اومدم به شما گفتم. ما اینجا بحث امروزمون در مورد هدا نیست، در مورد تو و این بحث موضوع حسادت و مسائلی که خود، چون چیزی که درخواستی که سحر کرد روی این موضوع خودشه، ما برای همین متمرکز بشیم روی مسئله
این حسای سحر. تو گفتی که استارتش از اون موقع زده شد که وحی سحر اومد و این حرفا رو زد در مورد اینکه من هم بخاری یه بوی من نمیتونم اونجا تحمل کنم و هم بوی خودتو مطرح کرد و همون فضایی که توی حالا فضا هم بود، فضای خونش هم بود و اون من... ببین وقتی که من اونجا بودم که سحر سه روز اینجا بمونه، ولی سه روز یا پنج روز یادم نیست دقیقاً چون خیلی گذشته، ولی سحر یک روز موند و سریعا تو برنامه‌ریزی کردی آره. برو، به جای اینکه شما راه حلی پیدا کنین که آره مثلا بتونی سحر اینجا با من زندگی درمانی رو داشته باشه، تو من همین انتقاد رو به تو هم دارم که آره. سحر برو، سحر برو، اگر اذیتی سری برو، آره. دلیلی نداره تو تحمل کنی. خب حالا صبر کن بذار سحر بریم جلو. من خیلی خوبه، من یه چیزو اینجا اصلاح کنم. من یک روز نبود. ببین من روز اول نمیدونم چند شنبه بود که ساعت 7 و 8 رسیدم، بعد شب خوابیدیم، بعد فرداش کامل بودم، پس فرداشم ساعتهای فکر میکنم 5:30 و اینا رفتم، تقریبا 3 روز اونجا بودم. نه 3 روز نه نه نبودی سهر. ببین تو میبینی مثلا ببین نگاه کن نصف نیمه کنار هم باشه، حالا بگیم دو. من نمیخوام ما که نمیخونه بزنیم، صبر کن بذار این مسئله ای که این ناراحتی که وحید داره میگه که من به تو هم دارم به خاطر اینکه سریع من این مسئله رو چون یادم اونجا به من مطرح کرد و گفتش که زیبا تو گفته بودی که 3 روز بمونه، این حتی 3 روز هم نشد، قرار بود یعنی اگر ما حساب میکردیم مثلا تو چهارشنبه ای که سه شنبه شب که رفتی تا یک شنبه اینا اونجا باشی یک شنبه بری، در حالی که پنج شنبه تو دیگه ظهرش رفتی که با پرنو صحبت کردیم، الان یادم افتاد که این مسئله. به هر حال ببین این که الان من میخوام همین نکته خیلی خوبه که میگه استارت این نفرت و ناراحتی و این مسئله از اونجا زده شد. خب ببین من و این که تو اینجا هم این حس همین که الان تو به نوعی حسادت که در تو عنوان کردی اونجا هم به نوعی حس تبعیض یا حسادت، تبعیض باعث حسادت هم میشه دیگه، طرف احساس آره میکنه دیگه. که خب من در این آره رابطه این بسن من یه نکته رو بگم، اینو اصلا برخوردای تو در قبال من و سحر چون تو موقعیت های مشابه برخوردای تو باعث وجود به وجود اومدن این حسه میشه در من که چرا الان باید سریعا اقدام کنی که سحر خارج بشه از این خونه. خب بابا بیام بشین تام، من الان 3 سال تو این خونه دارم زندگی میکنم، من هم آدمم، سحر میتونه تو این خونه زندگی کنه، این خونه مگه چشه؟ اگر بخاری بو میده بیان راه حل پیدا کنیم آقا بخاری مثلا چیکار کنیم بو نده، اگر مثلا نمیدونم به هر حال گرد و خاک بیان وحید مثلا تمیز کنیم، پرده ها کثیفه وحید بیا با هم همکاری کنیم تمیز کنیم. این برخورده عامل اصلی ایجاد به وجود اومدن این حس خودت، من اینم خواستم اینجا بگم. آره اتفاقا یاد اینم میافتم که اون موقعی که سحر چیز شد و برگشتم گفتم سری برو هواپیما بگیر، همین الان هواپیما رو ببین اولین چیزی هم بگیر همین مسئله هم بود دیگه که بهش گفتم که تو نمیخواد بمونی تا دوشم تا آره دیگه 2 روز زودتر سحر برگشتی 2 روز زودتر و اینکه هوا گفتم تو هواپیما رو بگیر و برو و بعدن و اینجا میتونم بفهمم که دقیقا نه اینکه مثلا اینکه اون برای اون هواپیما گرفته برای من مثلا قطار گرفته، نه مسئله این مسئله هستش که چه سریع ریاکشن نشون دادی به این ناراحتی و سحر. آره و اینکه بذار یه نکته بگم، من اون سفر چقدر خوشم اومده، گفتم زیبا من حالم خوب نیست، یه سفر برای من برنامه ریزی بکن، انگار اصلا انگار نه انگار، تو وقتی من میگم حالم خوب نیست، نیاز به یه سفر دارم، نیاز به یه ریکاوری دارم، من نمیخوام شخصی اون سفر رو انجام بدم. ما همیشه میگیم ما یه تیمیم، ولی تو هوای تیمت رو نداری. مثلا وقتی من تو این موقعیت مشابه قرار میگیرم میگی وحیده دیگه حالا ولش کن بذار بمونه، ولی وقتی سحر
تو همون موقعیت مشابه قرار میگیره، تو یک ساعت نشده تو سریعا سعی میکنی که سحر رو خارج کنی از اون اذیتی که داره میشه، و همین عامل باعث میشه که من ناراحت به این حسادت اسمش هرچیه من نمیدونم، من ناراحت میشم که بابا من هم دارم همون کارا رو میکنم، من هم همون انرژی، همون وقت، همون هزینه رو دارم میکنم، از خودم، از همه چیزم دارم هزینه میکنم، باید اینو من بگیرم، این فیدبک رو، این برخورد رو، این عدالت رو از زیبا بگیرم که وقتی منم میگم ناراحتم بگو باشه وحید الان هواپیما بگیر تو هم برو. بحث من بحث هواپیما و قطار نبود، همینی که خودت گفتی که سریعا مثلا سعی میکنی، همین قضیه با خدا بود. من اونجا توی گروه زندگی درمانی بهت گفتم همین موقعیت مشابه رو سحر تو مشهد داشت، تو چرا سری سحر رو خارج کردی ولی الان خدایی که میگه من ناراحتم، اصلا نمیتونم، دارم خفه میشم، نمیتونم بخوابم بنا به هر دلیل، و میگی که نه بمون اونجا، بمون حتی هتل هم نگیر. من همین انتقاد رو تو همون قضیه به تو داشتم. خب اون مسئله خدا بمونه، خب در رابطه با خدا الان اگه بخوام اون مسئله خدا رو در مورد خدا صحبت نکنم، آره اونا نکنم، در مورد خودت بگم که این مسئله، خب معلومه که اولا که شرایط اون وارد اون شرایط زندگی درمانی با سمیرا و با اون چیز اینها نشه. ببین مسئله ای که در رابطه با این که من الان دارم، اولا که مطرح شدن این خیلی خوشم اومده، خوشحال شدم، یه جوری احساس میکنم که در واقع داریم انگار شناخت پیدا میکنیم به این جریان، تا بتونه وهله اول اگر تو جای اون چرک رو پیدا کنی میتونی حلش بکنی. خب حالا من میخوام اینو بگم، ما بریم دونه به دونه به اون شرایط، خب به تمام اون شرایط هایی که این حس رو ایجاد کرد. ببین وقتی که در زمینه که اون زمانی که سحر وقت برخوردی که کرد سر جریان کاوه و سنگینی که سر مسئله کاوه داشت، و من وقتی ریاکشن اینو دیدم که اومد هی توضیح بده که من عصبیم کرد، برگشتم گفتم تو نمیتونی الان هی برای من میومد میگفتش که این سنگینه، این فلانه، این نمیدونم، این بچه اینجوریه، بچه اونجوری، یه سری چیزه، اول یه بار گفت، دو بار، بعد یه دفعه گفتم خب نمیخواد دلیل بیاری، بگو نمیتونم از این فضا خارج بشه. خب که تو اونجا، من چرا در این رابطه اونجا گفتم ندا، تو ندا بود دیگه، ندا یا رها، همیشه با ندا رو من رها که اصلا رها، پیدا شدن رها اون موقع که همیشه گفتم رها تو واقعا تو اینجا یه مائده برای ما شدی، به خاطر اینکه همون موقع که پیام داد و گفت منی، اصلا من احساس کردم که یه فشار ما رو بهتر میتونه حل کنه. ببین یه موقع هستش که تو اون شرایط طرف داره فشار آنچنان شدیدی داره بهش میاد که این فشار رو به تو منتقل میکنه، لحظه ایه. خب من اون موقع، تو به نظر تو توی همچون شرایطی مثل حتی موقعی که الان بیاریم تو قسمت اول بعد ببریم تو قسمت دوم، مثل همون موقعی که سحر اومده اونجا بعد میگه که من نمیتونم اینجا بخوابم، اینجا بو میده، خود وحید برای من یه انرژی های خیلی، حالا بعدن اومد اینا رو به من گفت، ولی اولین وهله سر مسئله یه بخاری، بوی بخاری و خود فضای خونه رو بگم. یه چیزی بهت بگم، بذاری من یه چیزی هم بهت بگم، بوی بخاریه هم یعنی اون حالت، حالا نمیدونم دیوکسید کربن ازش میومد چی بود، یه حالت سردردی میداد به من، یعنی منو مثلا گیج میکرد خیلی سر. آره یادم سردرد عنوان کردم. بعد خب در صورت که لوله هم داره، آره سردرد این بخاریه و آره. اون ولی این مسئله، بوی عرق خیلی آزاردهنده تر بود برام. بعد من رومم نمیشد اونجا اینو بگم که وقتی که اولش که مثلا به هر حال رو در رو چیز نداشتم، اولش که به شما اومدم گفتم
بخاریه رو بیشتر چیز اونجام کردم که کردی گفتم بعدن اومد این مسئله رو اینجا بوی گفتی. بخاری میاد من خب نمیتونم بخوام که حالا گفتی صرف کن یه چیزی، آره وحید تو توی یه همچین شرایطی وقتی میبینی طرف جسمن حتی نمیتونه بخوابه و احساساً چنان درگیر روحی شده که اون شرایط براش سخت شده، بعد اومد به من گفت من دیشب حتی اصلا نتونستم بخوابم و اینا، به نظرت اونجا باید چیکار میکرد؟ نمیدونم، من الان هیچ فکری ندارم که خب حالا ببین ولی یه من چیزی رو پس منظورم الان که اینا فکری نداری صحبت بکنی خب در مورد این مسئله، تو اصلا اجازه صحبت کردن ندادی که ما اصلا یه راه خب حلی برای این بخاری پیدا کنیم. یعنی سریع در عرض 10 دقیقه گفتی به فاطمه زنگ بزن، به فاطمه زنگ زد، یادت باشه سحر به فاطمه زنگ زد، اون گفت من نمیتونم بپذیرم دوستای وحید رو، یادت باشه سریع گفتی که آره دیگه برو دیگه، تو خب اگه من نمیتونی توی این مجبورست شرایط ببین توی این شرایط همیشه الانم راه حلم برای آیندهم همین مسئله رو الان میخوام بگم، اگر تو راه حل بهتری رو داری عنوان بکن. خب وقتی یه همچین چیزی مطرح میشه فکر کن مثلا یه دودی اینجا هست، یه نمیدونم طرف یا یه کسی نمیدونم اینجا یه فضایی رفته نمیدونم بوی نمیدونم تریاک میاد یا اذیتش میکنه یا هر کدوم از اینها، ما قبل از من الانم که به الان هم یه همچین شرایط مشابه باشه اولین راه حلم اینه که از اونجا دور شو بعد اونجا را حلش کنیم. ببین وحید الان مسئله این که اون که بخاری رو حلش بکنیم، بخاری بهتر رو ایجاد بکنیم، این مسئله دستور در مرحله دومه. وهله اول اون انسان اهمیت داره که فرض کن الان اینجا آتیش گرفته، ما نمیایم اول آتیش رو خاموش کنیم، اول اون فردی که اونجا هست اونو بیرونش میکنیم از چیز. الان آتش نشانی هم همینجوریه دیگه، شما الان نگاه بکنید اول انسان اصالت داره که اون آدمایی که اونجا هستن از اونجا خارج بشن. خب من اینو الانم به عنوان اگر بخوام در یه همچین شرایطی قرار بگیرم قبل از اینکه اون عامل رو حلش بکنم این فرد رو از اونجا خارج میکنم، این راه حل من هست. و بعد از این ممکنه مثلا بگم خب بعد از که تو خارج شدی برو بخواب آرامش پیدا کن، بعد میام اینجا سر اینکه خب علت این آتش علت این بوچی بوده حلش بکنیم که دوباره اون فرد بتونه برگرد. خب ببین ولی تو الان فکر کن یه فردی مثلا همین مسئله در رابطه با خونه مهدی، خب خونه مهدی خود مهدی اونجا عادت کرده، خود مهدی اونجا هیچ مشکلی نداره. ببین کسانی الان هستن که توی شرایطی میرن فرض کن گرما، گرمای شدید، من واقعا به خاطر مسئله گرمای خویه کلاسی که بود من یک کلاس رو گفتم من تو این کلاس رو کنسل میکنم. یعنی حتی به جایی رسید که گفتن نه شما باید این دوره رو برید، من مجبور شدم که برم با پزشکم صحبت بکنم. اون موقع هنوز تازه اومده بودم، برگشتم گفتم وجود این پنجره ها رو باز نکردم برای من یه عاملیه، من از اینجا خارج کنید. ببین این یه چیز منطقیه تو این رابطه. من ولی من یه چیزی اضافه کنم سحر اون آخرین باری که اومد خونه من من گفتم گرم، آقا من کولر ندارم. خب و گرم بود دیگه و هوای خونه فکر میکنم 31 32 درجه بود. بعد واکنش سحر چی بود؟ من همون واکنش رو رفتم وقتی رفتم خونه مهدی مشهد دیدم کولرش خرابه، چیکار کردم؟ من سریعا اقدام کردم، من در عرض یک رو کولر مهدی رو راه انداختیم، یعنی رفتیم بیرون موتورش رو خریدیم، حتی پولش رو 250,000 تومان زنگ زدم به سمین گفتم میتونی مشارکت کنی، الان مهدی خونش رو وضعیتیه که ما کولر لازم داریم، اینجا نمیتونن اینا زندگی بکنن، خیلی گرمه چون فضای تهویه هم نداره. من میخوام اینو بگم وقتی سحر تو این موقعیت قرار میگیره به جای اینکه با من هم فکری کنه و بیاد بگه که وحید الان مثلا بیا
چی کار کنیم؟ مثلا الان کولر میخوای استوری کنیم، سری میخوای این انتقادت وارده. نه مثلا آره به جای اینکه گفت خراب کنی از اینکه بگم ای وای سرم درد میکنه من خواب نخوابیدم نمیدونم من باید برم، محسن رو هم مجبور میکنه که تو رو ببره، حتی ترانه ای که میخواست اینجا بمونه به خاطر رفتن تو و گفت من تنها نمیتونم بمونم به خاطر تو رفت. تو وقتی اینا رو میبینیم به تو باید این رو حداقل تو این زندگی درمانی ما یاد بگیریم که آقا راه حل پیدا کنیم، نه اینکه فرار کنیم. خب ببین یه چیزی، این حرفت یه بخشی از حقیقت توش هست که آیا راه حلی حتما پیدا بکنیم. خب سر اگر ما این انتقاد رو، یعنی البته میتونه این انتقادم وارد بشه ها، که اگر تو این رابطه، خب ما الان مقطعی، الان که این شب الان نمیده که گرما هست ناراحته فلان اینا، وقتی ما شرایط رو داریم مثل خونه محسن که شرایطش بهتره میگیم خیلی خب حالا تو برو اونجا باش، بعد راه حل رو پیدا کنیم. و این که تو انتظار داشته باشی که همون لحظه، ولی انتظارت درست هست، انتظارت درسته از این که ما اگر سحر مثلا میگفتش که خب دیگه خونه وحید اینجوریه، من دیگه خونه وحید نمیرم، وحید نمیرم فلانه بهمانه، نمیخوام باش ارتباطی داشته باشم و نمیدونم بو میده، خونش نمیدونم بخاریش اینه، بله این مسئله. اما این که این اون لحظه این کارو میکنه، میره اول آرامششو پیدا کنه، بعد میگه که خب زیبا من الان میخوام در رابطه با این مسئله حل کنم. من حالا از سحر میپرسم برای اینکه این انتقاد رو چیز کنم، آیا سحر تو در رابطه با این مسئله تلاشی کردی که دوباره برگردی خونه وحید و این مسئله رو حل بکنی؟ که خب این انتقاد در واقع اولش، یعنی حق میتونیم به تو بدیم، ولی برای بعدش، این که بعد از اون مقطع حق وحیده که خب میگه که خب من سه روزو میخواستم دیگه. زیبا برای دفعه اول دارین میگین؟ آره دفعه اول دارین، بعدن دفعه آره. برای دفعه اول من چیز شد بعد از اینی که اومد و خب من طولانی مونده بودم دیگه، یعنی زندگی درمانی مختلف رفتم. یه چیزی هم بهتون بگم، من وقتی که دفعه اول یه دفعه رفتم تو خونه وحید، یعنی اصلا تا تهران رسیدم، اول مستی منو برد آرایشگاه فلان اینا، بعدش یه ساعتی چقدی هم پیش مهدی چیز بودم، بعد رفتم خونه وحید. و حتی اون چیزی هم که آرزو که حالا بعدن اومدن اینو به مسخره نمیدونم آی هشتک دستان میلرزه اینا، یعنی میخوام بگم یک سری چیزایی که مثلا حتی همون زنگ دره، خب اینا یه دفعه که در میزدن من همین الانش هم اینجوری هم، حتی در اتاقم هم میگم در نزنین بیاین تو، یه دفعه باز کنین اشکال نداره، ولی من یهو تکون میخورم از صدای چیزش در. به هر حال این مسئله هست. همه اینا برای من اون اولش یه مثل چیز بود، یه ذره مثل کسی که یهو یکه میخوره، میدونی؟ مثلا اولین باری بود که من توی یک همچین شرایطی رفتم. نمیخوام بگم خونه خیلی بده ها، ولی به هر حال برای تو زیاد مجرد متفاوت. ببین بعدش که من رفتم، یه لحظه بذار من این تموم کنم، بعدش که من رفتم زندگی درمانی های مختلفی رو داشتم، خونه مژگان رفتم، مژگان احمدی رفتم، نمیدونم جاهای مختلف رفتم و حتی ضربات رفتم با خود محسن و وحید. توی ضربات که ما رفتیم خیلی خوشاب و هوا بود، خیلی منظر همه چیش خوب، ولی اون خونه ای که مثلا میخوابیدیم خونه همون خانومه، اونجا هم با وجودی که حالا به نسبت مثلا اونای روستایی چیز بدی نبود، ولی باز اونم مثلا یه اتاق پشتیه داشتن که من کول پشتیمو گذاشته بودم، حالا نمیدونم بوی ترشی بود چی بود، خیلی مثلا درشو باز میکرده یه بوی خاصی میداد، یا اون ملافه‌ای که مثلا بالشی که من سرم اون روش میذاشتم میخوابیدم هر ستامون، من و وحید و محسن، این نبود که برای شما مثلا رو بالشی بیارن، اصلا معلوم نبود چند نفر مثلا قبل تو چیز کردن.
ولی باز دیگه من اون حالتی که حالت اول تو اولیه نگاهی رو داشتم نداره. اینجوری نداشتم و بعدش که ما برگشتیم از چیز از علموت و فلان و اینا برگشتیم خونه وحید و من شب و اونجا خوابیدم که خب اونجا دیگه برای من این دفعه دوم باز بکنم بخاری هم بود چون سرد، یعنی هنوز چیز نشد، خود منم سرمایم، آره بخاری بود دیگه. این دفعه دوم اون حالتی که مثلا دفعه اول داشتم نداشت و اینی که من بخوام مثلا حالا فکری برای بخاریش بکنم نبود. اگه در مورد دفعه دوم من میخواین بگم که بگم، اگه نشد خب ببین، من فکر میکنم این مسئله الان که اینجوری مطرح داره میشه، خب انتقاد وحید بجاست از یه جنبه که خب من چقدر در رابطه با تو رو میدیدم، چقدر تو و احساسات تو، نیازهای تو و اینکه آرامش تو، توانایی تو، و چقدر اینکه این دوتا دایره رو به همدیگه نزدیک بکنم. ببین زیبا، تو اگر که ببین من از یک بخشی از حرفای وحیدم الان یه حس بدی گرفتم که انتقادش این نیست، انتقادش یه جوریه که انگار نباید اون شرایط منو میدیدی، در صورتی که اگر که نمیدیدی و من میخواستم نه مثلا نه توی نه همون گفت جوری اونجا نمیدیدی، بمونم خب گفت چه در رابطه با حلش چه کاری میکردی. خب در رابطه با حلش، ببین در رابطه با حلش اون اعتراض من بود، خود وحید اصلا که نیومد. حتی وحید گفت من تعجب میکنم سحر اینو میگه بخاری خوبه، خود وحید اصلا اعتراضی برای بخاریش نداشت. من الان ببین وحید، ما هممون توی این زندگی درمانی ها داریم همین مسائل. چرا من خودم سحر رو بهش گفته بودم حتما بیاد؟ من از اولین مثلا وحید خونه تو اومدم بود دیگه، برای اینکه میدونستم که خب این فرد کسی که این سحری که خودش اصلا در ارتباطاتش، تو روابطش، یعنی تصور کن اون سحری که هنوز نرفته توی خونه های مختلف، اگر این سحر اون دوره هایی که تو تهران گذروند رو نگذرونده بود، نمیتونست مشهد رو تحمل کنه، نمیتونست از عهده مشهد بر بیاد. ببین ما تو این رابطه هم مبتدی بودیم خب، و همین که خب الان نگاه میکنیم مثلا با این زوایایی که میبینیم، مثلا من الان میگم که خب من تو این رابطه آره اینجا مثلا بعدش نیومدم دوباره یک برنامه ریزی بکنم، یک کاری بکنم که دوباره سحر برگرده به اونجا و دوباره این همون حرفی که سه روزی که وحید از من خواسته بود که 3 روز قرار بود اینجا باشه، میدونی؟ و اینکه این حالتی هم که الان تو عنوان کردی که استارت این نفرت، استارت این ناراحتی، استارت این حتی تبعیض از اونجا زده شد، مثلا من الان برام خوب خیلی پیکسل اون عکس ها خیلی روشنتر میشه برام. به هر حال من فکر کنم بیان اینها باعث میشه که ما در تکرار یه همچین مسائلی دقتمون بیشتر از قبل باشه. حالا تو مورد دومم که ولی به طور کلی اگر یه همچین شرایطی بازم پیش بیاد، ضمن این که خب توجه خواهم کرد، من نوعی شخصا خودم توجه خواهم کرد بیشتر، ولی اولم باز اولویت رو به آرامش فرد خواهم داد که کجا مثلا بگم خب برو ببین اگر میتونی مثلا برو مثلا اونجا محسن رو که دیدم، خونه راویه، خونه شرایطش، همه این چیزا، من چون ازش پرسیدم گفتم اونجا چطور بود، محسن خودش داشت میگفتش این چیزه، محسن خودش داشت میگفتش که من عصری میخوام برم سر بزنم با بچه ها. یعنی اینجوری نبود که من بگم محسن تو بیا دنبال من یا به خاطر من صرفا بخواد بیاد، میخواست داشت میگفت که من میام سر بزنم به بچه ها.
من منظورم اینه که وقتی از تو اونجا صحبت شد، با تو صحبت کردم، گفتم که خونه محسن بودی، گفتی آره اونجا خیلی بهتره. خب ما شرایط مثل که الان تو الان بگی کدوم اتاق تو دوست داری، من الان میگم خب اون اتاق، مثلا اون اتاقی که من نمیدونم هواش نمیدونم برام فلان بهتره یا نمیدونم فضاش بهتر. به هر حال این مسئله رو به نظر من تو به جای اینکه به عنوان این نگاه بکنی که خب من سحر رو بیشتر دوست دارم، خب البته خب یه مقدار این مسئله هست. خب یه چیزی بگم، مسئله دوست داشتن رو که من نمیتونم به تو تحمیل بکنم که منو بیشتر دوست داشته باش از سحر، اون یه چیز شخصیه. من مسئله دوست داشتن شخصی تو رو نمیگم، من به عنوان عضو اصلی این تیم من انتظارم اینه که برخوردها مشابه باشه. من فقط همون بحث حسادت نیست. من الان تو میتونی سحر رو عاشقش باشی یا اصلا از من شاید مثلا دوست داشتن احتمال من 20 مال سحر 80. خب مال الان بیام به اون عمل کرد. الان به نظر تو من تو اون رابطه این کاری که همین مشخص بذار همین رو بپرسم ازش، این که من در اون لحظه اول برای سحر برگشتم گفتم یه جای به جایی که مثلا به حالا به فاطمه زنگ بزن یا به پرنو، پرنو گفت بیاد پیش من، به نظر تو اشتباه کردم؟ به نظرم عجله کردی، خیلی عجول میشی، خیلی به هم میگم تا مثلا سحر میگه خب. که من ناراحتم. باشه من عجله کردم، تو موقع باید چیکار میکردی؟ تو اصلا باشه. فرصت صحبت که من ندادی، از من اصلا نپرسیدی که وقتی در اون شرایط الان دارم میبریم خودمون رو تو اون شرایط. من عجله اگر نمیکردم برخورد تو بهش چی میشد؟ راه حل تو چی میشد؟ خودم میگفتم مثلا بذار این درو اینقدر باز بذاریم این هوا تهویه بشه تموم بشه، مگه چی بود؟ من درو خودم تون تون باز میکردم، اصلا عصرشم که من حتی با وجود اینکه سردمم بود عصرشم که بچه اومده بود اصلا کلا میگفتم اون در رو نبندیم، حتی شبم خودم اون در رو در نظر نمیگیریم که این که الان داره میگه من یه سری چیزها رو نمیتونستم مطرح کنم. من ازش وقتی پرسیدم چی میخوای الان، چی الان میخوای؟ خب میگه که الان از این فضا برم بیرون و من سرم اینجوری درد گرفته، به نظر تو یعنی واقعا آیا در این لحظه نباید همین شرایط رو انجام بدیم که به حتی این عجله رو کرد که خب تو به همین شرایط برو بیرون تا آرامش پیدا بکنی، بعدش ما میایم در رابطه با این مسئله. بعد یه چیزم بهتون بگم، بعد یه چیزی من بگم بعد یه دقیقه میتونستی، ولی انتقادت رو من اینطوری به عنوان راهکار اگر جای تو باشه، خب زیبا این میرفت باشه، وقتی که سردردت رفت شد، خب سحر کی برمیگرد اون سه روزه تو انجام بدی؟ زیبا اون سه روزی که میخواست انجام بده کیه؟ من گفتم این... اگر یادت باشه من خب این گفتم این درست تو گفتی دلش کن الان نمیخواد خب درسته. اینجا انتقاد باشه، نه اینجا از این که ما خب باشه الان رفتش من قبول میکنم رفتی خیلی خوب، حالا باشه کی برمیگردی سحر؟ منم گفتم سحر کی میتونی برگردی به این برنامه رو درست بکنیم؟ تو هم اونجا با همین مسئله ای که اگر ما اونجا تیم ورکینگ خوبی رو داشتیم عین الان میشستیم سه نفری حرف میزدیم میگفتیم که خیلی خوب حالا راحت اینه، نه من نمیخوام. وحید میدونی یه مسئله دیگه هم هست، من اصلا از خودتو میبینم حس بدی دارم بهت، بیان میکردی چیزی که نمیگفتی، اه چه حس بدیه چه چیزیه، نه خودت هم امیدی مثلا اینو مطرح میکردی، نه اصلا یه چیزاییه که چشمات بدم میاد، این ما را چیزایی که اون با نمی کردی و گفتی نمیتونستم بیان کنم. ما اگر این جلسه ای که الان خود وحید مثلا مطرح میکنه که اهمیتی که من میدادم، گفتم خب سه روزمون موند دیگه، بدهکار موندیم دیگه بهش، خب برای اینکه این سه روز انجام بدیم، خب تو میمدی میگفتی خب زیبا این شرایط هم باید انجام بشه، در واقع به اون علل دیگه ای که توی تو وجود داشت و بیانش نمی کردی اونا رو عنوان می کردی دیگه.
پس اینجا انتقاد وحیدم تا حدی، یعنی تقریبا میتونیم بگیم بعد از اون روز اول وارد. خب این مسئله از من این در باز رابطه با متوجه نشدم میخوای یعنی چی؟ یعنی اینه که یعنی من که سر خب بعد از اون ببین بعد از اون اصلا یه دفعه وحید اومد وایسش هم هست با شما پر کرد در مورد همین مسائل به نوعی گفت که سحر چرا مثلا بعد حالا میگه عجله کردی. نه من شبش ما صحبت کردیم فردا عصرش ما رفتیم، یعنی بازم مثلا یه تایم ببین اینجوری سهر اصل بین. مسئله رو بگیر. ولی اجازه من حرفم تموم کنم بعد شما بگو. ولی بعد از اینی هم که باز حالا چیز کردیم یه صحبت این مدلی شد که اونجا دیگه در نهایت شد همون مسافرتی که ما رفتیم و برگشتیم. ولی اگه بازم وعید فکر میکنه که من اون 3 روز رو بهش بده کار هستم، من حاضرم هر موقعی که شرایط نه خوب بشه ببین برم و 3 روز اول رو این انجام مسئله بدم. رو ببین، ما اون 3 روزی که گفته بودیم انجام ندادیم دیگه. ها من دارم 3 روز من پشت سر هم حرفم نبود بزن توی میکنم. اون مسافرت، توی اون مسافرت 3 روز پشت سر هم نبود. ولی بعد از اونم دوباره یه شب دیگه برگشتیم بخوای نگاه کنی سه خب روز ببین میشد. ولی سهر حالا اگه نگاه کن اصل شما اون باز میگی انتقادش که رو من بگیر. چیز میکنم دیگه ببین حرفی ندارم. ببین اصل انتقادش اصلا کار نداریم به که 3 روز تو و شما کنار هم بودید یا نبودید. این داره میگه که زیبا تو اون مسئله ای رو که گفته بودی که بیاد پیش من اینجوری زندگی درمانی بکنی، در واقع من اون انتظاری که داشتم تو با این برنامه که پیش اومد، اون انتظار من جاش خالی موند دیگه، درسته یا نه؟ خب بعد میگه اهمیت نداره که اینجا کاری رو پر کنی. خب این درسته دیگه. یعنی اگر ما به همه مسئله اهمیت میدادیم میمدیم گفتیم که خب این 3 روزی که بوده چه عاملی باعث میشه، تو بهم میمد میگفتی نه مثلا مسائل دیگه هست، خب میشستیم حلش میکردیم مسائل رو عنوانش میکنم. نه اینکه مثلا بگیم خب حالا علموت رفتیم، اونجا رفتیم، اینجا رفتیم، ولی این عقده میمونه. یعنی میخوام بگم که این چیزی که بود حالا برگردم به اون دوران، یعنی میخوام بگم که کلن این وحید یه وایس داد و وایسش اینجوری کرد که آره سحر مثلا قرار بود بمونه ولی نمون، یه حرفای مشابه این. ولی همین حرفی که مثلا الان داره میزنه که تازه الان من یه لحظه قطع شدم، صدامو دارین؟ الان آره داریم داری متوجه میشیم که مثلا 3 روز مون اون موقع اصلا نبود و من حتی فکر نمی کردم که این اصلا دلش میخواد که اون 3 روز چیز باشه و خب همین دیگه. آره الان داره میگه اگه اون موقع هم میگفت خب انجامش میدادیم، کما اینکه به هر حال من دوباره برگشته بودم. خب اگر که به عنوان یک کاری که بخوایم چیز بکنیم به براش ما الان که نمیتونیم بگیم چرا اون موقع نگفتی. خب این هم همون ضعفاییه به نوعی که تو نمیگی خیلی از مسائل رو نمیتونستم بگم. مگه من همین یه وحید سوال نرم ازت بکنم، برای که یه ذره من گیج شدم، من یه ذره گیج شدم. من این مسئله رو که الان دارین میگین رو میفهمم. الان یه سوال از شما دارم، آیا الانی که این مسئله تموم شده و ایشون داره میگه و اینا، آیا الان موضوع انتقاد به الانه؟ یعنی الان من باید کاری براش بکنم یا نه؟ خب چون من ببین یه ذره این یه اینو مسئله مش دیگه، متوجه نشدم. این یه مسئله، ما استپ بای استپ میریم جلو. اول داریم میخوایم ریشه این خیلی ناراحتی و نفرت و این خشم رو پیدا بکنیم. بعد که پیداش کردیم بعد بگیم خیلی خوب ما تو این رابطه این درصد به من برمیگرده، اینقدر درصد اینه. بعد بدهی خودمون رو نگاه میکنیم. الان من شخصا خودم بعد از صحبت این نگاه میکنم ببینم تو این زمینه یه جای خالی من پر نکردم دیگه، و این بدهکاری ماست. بله.
یعنی اون حرفی که زدی، خب این میگه خب این از زد گفتش فلان و اینا اهمیت نداد. خب حالا این که ما بخوایم برای این مسئله چیکار بکنیم، این برمیگرده به تصمیم با 3 نفر. ممکن الان بگه نه من نمیخوام، ممکنه بگه 2 برابر میخوام، ممکنه بگه مثلا همونو میخوام. و این چیز، این بعده، استپ بعده. خب این این مسئله در رابطه با این که خب این این مسئله وقتی که میره توی اون جریان بخاری هم این چیزم میشه چی، نه تا کولر این حالت هم پیش میاد، به نوعی باز توی این زمینه اون زخم گذشتهش بیدار میشه یا یادآوری میشه دیگه، میگه اون زمستونه بود حالا تابستونم کولر شد به نوعی. و در حالی من چند مثلا ممکنه این مسئله نباشه بگه خب، ولی به بیدار کردن این آدم شرطی شده باشه نسبت به این مسئله، اینم یه چیزی هم بهت بگم. حالا شما از این زاویه بهش نگاه میکنی، من میگم اوکی این حرفی که داری میزنی درسته و یه زاویه جدیدیه که آدم میبینه، ولی این مسئله یه وجه دیگه هم داره که مثلا خود وحید یه حرفی زد، گفتش که من وقتی که خونه مهدی رفتم و دیدم که کولرشون، برو یه بار بیا سهر، برو بیرون یه بار بیا، الان صدای منو داره، برو یه بار بیا دیگه هی قطع میشه، یه بار برو یه بار بیا. الان دارین صدامو؟ آره داریم. اگه صدا خوب شده که نرم دیگه، چون الان برای خودم کامله. خب یه بار دیگه شد دیگه، دیگه بحث نکن برو بیا. خب خوب شد رفت خودش اومد الان بیا. ببینم چند دقیقه شده. خب چقدر خوب شد، این جالبه وقتی اینجوری موردی و کاربردی میریم جلو، خودم لذت میبرم. خب برو جلو بگو فهید. سهر الان صدای منو داری؟ خوبه داری؟ ببین من داشتم اینو میگفتم، من داشتم میگفتم که در خب ببین اون مسئله اونجا به هر حال موند و صدام داره. آره بگو دیگه هی به قطع میکنی. آها خب برای خودم قطع شده بود دیگه. من داشتم اینو میگفتم که وقتی که از یک طرف دیگه، من مثلا چند روز پیش که با وحید صحبت میکردم، چون وحید اومد گفتش که من خونه مهدی که رفتم اینا کولرشون خراب بود و من با مهدی مثلا رفتیم درست کردیم، به فکر این افتادیم که درست کنیم. خب راست هم میگه و خیلی هم خوب، ولی میخوام بگم من زمانی که دفعه دوم رفتم خونه وحید، خب وحید خب قبلش که گفته بود گرمه، حالا من بعدش هم که من رفتم اونجا، حالا من این حالتهای خودم زیاد گفتم الان دوباره نمیخوام تکرار بکنم، شرایط حالا بیخوابی و سردرد و بعد گرما و اون چیزی که به وجود اومده بود، همه چی دست به دست هم داده بود. بعد چیزی که اومد بچه‌ها که گفتن، خود فکر کنم محسن گفتش که وحیدی فکر یه کولر برای اینجا بکنیم، وحیدم گفتش که من معلوم نیست که بخوام توی این خونه بمونم، وگرنه مثلا استوری میکردیم برای کولر، ولی من معلوم نیست که اینجا بخوام بمونم. خب من دیگه مثلا اونجا دیگه من چیز نکردم، گفتم خب این ممکنه که اصلا، حتی اینم گفتش که من تا آخر این شهریور قرارداد دارم، بعدش ممکنه بخوام برم کرج یا جاها یا اونجا نظر من منطقی بود که رفتی خونه با سمین میگفتن. بعد ولی من مثلا چند روز پیش که با وحید صحبت میکردم که مثلا گفتش که من قرار دادم برای این خونه بستم دوباره و همینجا میمونم، من زودی بهش گفتم، حتی این توی چیز خودش گفتم ببین الان فرشاد و الهام که میخوان بیان
تو برو پرده ها تو اندازه بزن، ببین پنجره ها چقدر. وقتی خودشون گفتن اگه پرده میخوای مثلا ما برات میاریم، بگو برات بیارن، پرده ها فیکس نباشه، یه جوری باشه بتونی کنار بزنی، نور داخل خونه بیاد. یعنی میخوام بگم برای، حتی بهش گفتم، گفتش که من خونم نیاز داره که انگار مثلا یه سلیقه زنونه ای بیاد، مثلا یه سری جاهاشو، چون من خودم زیاد این ایده ها تو ذهنم نمیاد. گفتم آره به نظر من مثلا اون پرده ها رو بگو اینجوری کنن. میام حتی بهش گفتم، گفتم مثلا یه چیزی باشه یه سری هم من بیام، اگه خواستی مثلا اون جایی که یه ذره شلوغه، اون مبلایی که مثلا اضافه است بدیم، یعنی بیاد خونه رو درستش کنیم. یعنی توی مکالمه با خودش من همه این چیزا گفتم و اینطوری، بله اینطوری نبوده که من مثلا بخوام فقط بگم اونجا گرممه بعد فلان دیگه تموم شد و اصلا هیچ فکری من نه به اون شرایط. دفعه دومی که رفتی برای تو هم بهتر بوده و هم اصلا کلن شما تو و وحید ارتباطتون هر از همون نسبت اول هر دفعه این دوتا دایره ای که به هم دیگه اینجوری دافعه نشون داده بود و خیلی چیزها رو هم شاید نمی گفتید تا به امروز هم که الان این مسائل رو مطرح کردید، ولی نهایتا این تولرانس شما به همدیگه بیشتر شده، تحمل شما. حالا وحید یه سوال من از تو دارم، اگر راه حل تو برای اینکه فردی مثل سحر با شناختی که از سحر داری برای اینکه در زندگی با شرایطی که تو هستی بتونه اونجا تو از زندگی خودت و تو شرایطی که داری لذت میبری؟ من حالا لذت که به هر حال این واقعیت زندگی منه دیگه، قدرت تغییرش رو الان ندارم، به هر حال باید لذت ببرم و فعلا مجبورم دیگه. نه من آلترناتیو دیگه ای ندارم من همینه. ولی در کل نسبت به چیز راضی تری دیگه، هر روز داره بهتر شده دیگه. قبلا اگر آره من خونم ترتمیز، سهر اومده دیده خونه، اصلا دربود خونه دربود آغونی نیست. سهر از بس رفتیم ما زندگی های مختلف رو دیدیم، من گفتم بابا خونه من پیش خیلی از خونه ها اصلا بهش. اتفاقا یکی از کسانی که همیشه به من، یعنی من اینو میتونم بگم که تأثیر بزرگی رو گذاشت که من خونه، یعنی در رابطه با اینکه خونه تو بخوای دوباره تمدید کنی و حتی اونجا بمونی، سحر بود. سحر به من گفت زیبا یه ذره به اینجا برسیم، هم آپارتمانی نیست، هم اتمسفرش، هم از یه سری جنبه هایی که برای من تشریح کرد دیدم یه موقعیت خوبیه، یعنی اگر یکم به خودش برسیم مثلا شرایط خیلی خوبی داره. کما اینکه الان تو فکر کن اون ابتدا تو یه دونه گاز کوچیک داشتی ولی الان یه گاز فردار که همه دوستان تو اونجا غذا درست کنن. من اینطوری گرفته بودم اگر یادت باشه اصلا این اتاق بزرگی کارگاه بود، سه چهار تا چرخ بود، میز برش گذاشته بود. حالا سوالم رو بپرسم، یه فرش کوچیک بود فقط همونا بود. حالا سوال من اینه، اگر بخوای یه فردی مثل سحر که با اون حالت وهله اولی که اینجوری دافعه داشته و حتی میاد یه دفعه از اون موقعیت به قول معروف اتاق یه ذره سرد چیزها دارم اغراقی هم هنریش میخوام بکنم، متلکی سلطان متلکی هم هستم دیگه، یکم اینا هم. مثلا اون سیندرلایی که صورتی از اون اتاق فلان آنچنانی خیلی چیز فانتزی مونتاژ یه دفعه میخواد بیاد اینجا توی نظر آباد با اون حالت، حالا یه ذره این اغراق کردم، به هر حال اونجوری الان نیست سحر، ولی راهکار تو برای اینکه این فرد بتونه در یه همچین شرایطی مثل خونه تو احساس خوبی داشته باشه، احساس خوبی داشته باشه، من نمیگم که صرفا تحمل کنه، احساس خوبی داشته باشه، راه حل چیه؟ نمیدونم،
هی تکرار این زندگی تو این شرایط میتونه متعادل ترش کنه و عادت کنه که زندگی به این شکل هم میتونه باشه. یک آفر جوهره این مسئله رو درست کن. خود من فکر می کنم جوهره مسئله رو درست گفت. در واقع اصل مسئله جوهره شو به صورت نتراشیدش که بخوایم بگیم این تکراره و مثل کسی که بوکسور میخواد بشه باید بوکس بخوره. خب ولی توی این مسیر خیلی کارهای قشنگتری هم میشه انجام داد، کمکی که این حس قشنگ رو بهتر کرد. خب حالا تو بگو نظرت چیه راه حلت سحر. ببین نظر من اینه که خب من اوایل، یعنی حالا شاید پارسال و اینا، که اصلا کلا یه سری چیزایی توی ذهن خودم داشتم که اونا برام خیلی مهم بود، الان دیگه اون مسائل نیستش. خب حالا مثلا یه سری چیزای از نظر به هر، ولی من فکر میکنم که الان چیزی که خیلی کمک میکنه که من مثلا بتونم توی شرایطهای مختلف، حالا مشخصا خونه وحید باشم، فکر میکنم نزدیکی با خودشه. یعنی نزدیکی از نظر اینه که خب اصلا با خود این آدم بشه چیز کرد. من مثلا خب یه سری از چیزایی که بود، یعنی میگم خونه به قدری هر دو تا خونه به قدری داغون نیستش که، بله خونه به قدری داغون نیستش که بگم من مثلا الان دیگه نمیتونم چیز کنم، تحمل بیارم از نظر چیز. به خودشم گفتم، به شما هم گفتم دیگه دوباره تکرار نکنم. ولی خب حالا میگم دیگه، حالا من ناراحتیامو بیشتر از اینم گفته بودم و الانی هم که وحید این حرفشو زد و شما هم خب اینو گفتی، خوبه که این مسئله معلوم شد یا مثلا حالا ابتداش گفته شد. ولی باز من اینجا احساس میکنم که خب منی که توی اون شرایط قرار گرفتم، با توجه به بک‌گراند ذهنی خودم، با توجه به شرایط حتی جسمی خودم که توی اون چیز اومده بودم و بعدن هم خونه فریبا طباطبایی بودم، یه شب که اصلا در مورد بو با شما صحبت کردم و چیز که خیلی عصبانی شدی که چرا مثلا به خودش نگفتی و بعدش نمیدونم من ویدیو مسیج دادم، من احساس میکنم که خب چرا من تمام این همه دوباره دیدار، یعنی اون اولی دیدار بوده دیگه، این همه دوباره دیدارهای بیشتر، این همه چیزها، چرا باید اون به من گفته نشه؟ حالا نمیخوام به عنوان چیز بگم، اون مسئله به من گفته نشه. بذار یه دقیقه صبر کن. ببین من سوال کردم، تو از هر دو تاتون به عنوان یه راهکار جوهری، هر حرفای هر دو تاتون درست بود. وحید برگشت گفت تکرار در یه همچین زندگی، و تو جوهری حرفت این بود که ارتباط با خود اون فرد. خیلی جالبه. ببین و اگر برگردیم به این مسئله، تو در ارتباط فردی با وحید و وحید با تو، هر دوتاتون، حالا آلمانیش میگن همونک، یعنی مانع خیلی داشتید، بلوکات خیلی داشتید. تو به اون نمیتونستی بگی، اون نمیتونست به تو بگه، تو به اون نمیتونستی بگی، این ارتباط کلامی و اینها میموند، این چرکا برای خودشون بیشتر و بیشتر میشدن. پس ما الان اگر بخوایم یک برنامه دیگه رو، پلنی رو بذاریم تو این رابطه، باید یه راه حلی رو پیدا بکنیم نسبت به این شرایطی که الان هستید، برای حل این جریان که هم توش حرف وحید باشه، راهکار وحید باشه، و هم راهکار تو باشه. حالا من در این رابطه یه سوال میپرسم از وحید.
و بعد همین سوال بعد از اینکه وحید جواب داد از تو سوال بپرسم. آیا تو با توجه به تمام احساسهای فاصله مسائلی که توی مدت داشتی اینا، آیا حاضر به اینکه این رابطه رو بخوای دوباره درستش بکنی، احیاش بکنی و بخوای که دوباره در این رابطه یک ترایی داشته باشی هستی؟ آره. آره هست. تو چی؟ بله. خب. خب خوبه. هر دوتاتون کار ندارم به بلاهاتون و آراهاتون، ولی به اون نتیجهش کار دارم. خیلی جالبه. یعنی این یکی از لایو چت های بسیار بسیار عالی برای خود من شده. یعنی اصلا میخوام سیوش کنم، اصلا داشته باشم به خاطر به عنوان یک دوره، یعنی اصلا یک کلاس یک جالبه. خب حالا ما اگر بخوایم تو این زمینه یک، برای همین آرهی که شما گفتید، یه شکلی رو بدیم، یک طرح، یه پلنی رو بدیم، هر دوتاتون پلنتون چیه؟ من البته یه ایده ای دارم. من پلانم در مرحله اول ارتباط کلامی من و وحید بسیار ضعیفه و نه، من پلان عملی دارم که عملی. یک پلان برنامه ای دارم میگم. معلومه تو این برنامه ارتباط کلامی هم شما با کلام خودتونم ببین ارتباط کلامی هست. خب ما هم دیگر رو ببینیم با زبان اشاره که صحبت نمی کنیم، ولی نه صرفا کلام، چون که وحید گفتش که من خیلی حرف ها دارم در مورد سحر و اگر بخوام صحبت بکنم شاید چند تا لایو طول بکشه یا هر چیزی. من فکر میکنم اینه که اونا رو، منظورم از ارتباط کلامی اینه که اونا رو بیاد بگه، وگرنه خود من الانی که اصلا دارم نگاه میکنم فکر میکنم دیگه من بیشتر حرفامو زدم، حالا شاید بعدا چیزی به ذهنم بیاد. حالا این هم یک کاریه که میتونیم تو این زمینه بعد، ولی حالا بذارید اول به این سوال من جواب داده بشه. اگر بخوایم الان برای این دوتاییتون که یک پلن برنامه‌ای بذاریم که شما هر دوتاتون گفتید آره، شکلی که بهش میدید چیه؟ ما قبلا یه برنامه ای داشتیم که من برم کرمانشاه دیگه. آره منم همون آخرین تماسی که داشتیم به وحید گفتم که میتونیم بیاییم ما. آره. خب چقدر خوب. پس الان این شما هر دوتاتون اصلا انگار تلپاتی ذهن منو میخونید. خب این در واقع همون جواب چیزم میشه، اون مسافرتی که میخواستی پلنشو من بریزم، مسافرت میشه دیگه. حالا من ولی تو این رابطه ولی من میخوام یه چیزی هم بهتون بگم تا قبل از اینی که وحید بیاد کرمانش، اصلا برنامه کرمانش که معلومه چیز داریم، ولی من میخوام تا قبل از اینی که وحید بیاد کرمانشاه سعی خودش رو بکنه که حرفاشو نمیزنم. اونو من گفتم که ولی... بعد از این برنامه یه برنامه میذاریم سر این که اون حرفایی که تو گفتی که نمیدونم حرفای زیادی داریم. نه اصلا با تو کاری ندارم، از واتساپ حتی یا تلفنی حتی یه راهی پیدا میشه دیگه. حالا شاید تلفنی میشه یا مثلا شما واتساپ صحبت بکنید یا حالا مثلا لایک بذارید یا حالا هر کاری. اون یه مسئله دیگه است. حالا این قسمت رو گفتم استپ با استپ بریم جلو. اگر ما بخوایم که یه همچین پلنی که منم تو ذهنم بود که این بار تو بری در واقع به کرمانشاه، به خاطر اینکه یه شرایط بینابینیه، از اون ور امتیازی که این مسئله داره، شما تا حالا
در واقع اون برنامه که من ابتدا داشتم که 3 روز اون بیاد با تو زندگی بکنه در واقع تبدیل شد، اصلا نشد، همه چی بعدا شما همراه شدید رفتید، با هم زندگی نکردید که اصلا این مسئله انجام بشه. در واقع شما یا مثلا مشهد خواستید برید در رابطه با مهدی، یا خواستید با علموت برید، نمیدونم یه برنامه ای که این، یعنی این که توی زندگی همدیگه برید نبوده. خب این مسئله به نظر من اگر برنامه ریزی بشه، مثلا که بیاد تو با خانوادت هم صحبت بکنی و چون که به هر حال توی خونه هستید دیگه، شرایطی داریم مثل حالت خداست، خدا خونش مستقل نبود دیگه، درست خودش یه سهمی رو داشت ولی مستقل نبود، نمیتونست مثلا فرض کنید بالاخره شما خونه این میره میاد، اینا رو مستلزم این اینه که شما صحبت بکنید. این کارو میکنی؟ بله سهر؟ بله این کارو میکنی. خب اگر مثلا حالا آره وحید، اگر این پیشنهاد این چیز باشه، این برنامه پیشنهاد تو چند روزه است؟ 3-4 روز. منم تو ذهنم 5 روز بود. خوبه 4 تا 5، 3 تا 5. من آره حالا مثلا میتونه 3 روزش اینجا باشه، بعدش مثلا اگر که چیز بود حالا خونه چیزتر مثلا بچه هایی دو که نزدیک تایتون تر بودن، ولی خونه من فرشاد و نظرم فرشاد و خونه الی رحمان هست. الی نه اونجا 1 ساعت راهه دیگه، خونه اونا هم رفتن آره خیلی دو جالبه. ساعت. یه ساعت اونا گفتن 1 ساعت. آره. به هر حال خب اصل مسئله اینه. وحید حالت چطوره؟ خوبم الان. خوب نبودم تو چی؟ چه حسادت خوبی بود، هر دوتاتون مکانیسم اینه که دیگه استوری من انجام ببین من حالم خوبه، ولی میگم خب مثلا حالا من فکر میکنم بعدا بهتر به این مسائل الان بگم، ولی خود این چیزایی که توی این لایو چت گفته شد و خود اون چیزی که بر من گذشت توی واقعیت این مسائل و حسای مختلفی که اومد و رفت و تمام مجموعه اینا ناخوشاینده، پس من نمیتونم الان مثلا صرفا بگم که من حالم خوبه و اون چیزهایی هم که در درون من ایجاد شده بود خب کماکان هست، ولی من باز منتظر میشم که اتفاقات بیفته و نمیتونم اون رو یه دفعه الان بکشم از وجود خودم. خب یه قسمت دومی که حرفاتو که گفتی، وحید حاضری برای یه همچین مسئله که تو خودت گفتی من خیلی حرفا دارم اونا رو میخوام بگم و سحرم که میگه یه همچین حرفایی رو هم میخواد بشنوه، یه مکالمه مستقیمی با هم دیگه داشته باشید، حالا به چه صورتش رو خودتون تعیین کنید. آره صحبت میکنم. صحبت. خب من توصیه‌ام اینه که حالا شما میتونید توی یه لایو چت یا با هم صحبت بکنید یا حالا یا هر شکلی که دوست داشتید دیگه، خودتون با هم صحبت بکنید، به توافق برسید، زمان تعیین کنید من تا کی. آره دیگه، یا حتی اگه میخوای این یه چیز من برای تو، اگه حتی اگه میخوای برای که تمرکز بهتر داشته باشی و بهتر بتونی تمام صحبتاتو بگی، میتونی حتی وایس پر کنی، این حالا باز به میل خودت من به نظرم این کار انجام میشه، این کار انجام بده تا 3 روز آینده، تا 3 روز آینده نتیجه شو برای ما بفرست. به نظر من مثل یه لایف چت تبادلی باشه، چیزی باشه که ضبط بشه، حالا خودتون دیگه دو نفرم من... آره دیگه حالا یا وایس یا چیز باشه. خب خیلی خوب بود، خیلی عالی بود، من خیلی خوشم اومد از این جلسه،
و بعدش در رابطه با اون مسائل زمینه های دیگه حسادت خودت هم تو اون صحبت حرف میزنی، تو اون چیزا در رابطه با بچه ها و اینا. دیگه امروز یک ساعت خورده شد، یک ساعت و نیم بیشتر شد. موافقه تموم بکنیم، جمع بندی کنیم؟ مرسی، چقدر خوشحالم، خوشم آمد. مرسی هر دوتاتون. مرسی.